خب ما همونطور که گفتم جلسه قبل قسمت ابتدایی درس شاید در مجموع 3 یا 4 جلسه بیشتر به مبانی بازارهای مالی و اوراق بهادار به طور کلی و حالا با تمرکز بیشتر بر روی بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت در کشور خودمون خواهد بود، مفاهیم اولیه رو آشنا میشیم و بعدش میریم سراغ تجزیه تحلیل اوراق بهادار. ما در جلسه قبل یک آشنایی کلی با در واقع بازارهای مالی دادیم با تأکید بر بازارهای مالی در کشور خودمون، بورس‌های مختلفی که داریم و تاریخچه تشکیل اونها و فلسفه و کارکردشون، و گفتیم که امروز درباره اوراق بهادار، انواع اوراق بهادار که توی اون بورس ها معامله میشه صحبت خواهیم کرد و با جزئیات بیشتری خواهیم دید طبقه بندی که از اوراق بهادار وجود داره تا برسیم به در واقع موضوع درسمون که اوراق بهادار با درآمد ثابت است. راجع به این نوع از اوراق بهادار تو همین جلسه صحبت خواهیم کرد. یه تقسیم بندی اصلی که از اوراق بهادار میشه در واقع به شکل، حالا بعضی جا 2 دسته بعضی جا 3 دسته، من اینجا 3 دسته در نظر گرفتم، اوراق بهادار مبتنی بر حق مالکانه یا بعضی جاها میگن مبتنی بر حق صاحبان سهام که ترجمه است برای اکویتی اینسترومنتس به طور خلاصه، که اینا معروف ترین نوع اوراق بهادار شاید باشه چون در واقع سهام از این نوع هست. راجع به این توضیح خواهیم داد که اینا چی هستن. نوع دیگه یا اوراق با درآمد ثابت هست که البته خیلی جا میخوان تقسیم بندی بکنن اوراق با درآمد ثابت رو زیر مجموعه اوراق مبتنی بر بدهی یا دت اینسترومنت قرار میدن. بعضی جا هم به عنوان 2 تا دسته که با هم همپوشانی دارن مطرح میکنن. خیلی شاید مرزبندی مشخصی اینجا وجود نداشته باشه. بعضی جا هم این دوتا رو به جای هم به کار میبرن چون اشتراکات خیلی زیادی دارن. فیکست اینکام ها یا درآمد ثابت ها و اوراق مبتنی بر بدهی یا دت اینسترومنت ها. و نوع سومی هم از اوراق که به عنوان اوراق مشتقه یا دریویتیو سکیوریتیز شناخته میشن. تو این جلسه عمدتا میخوایم ما این 3 دسته رو معرفی کنیم و مثال هایی که ازشون وجود داره حالا هم در دنیا هم در کشور خودمون رو ببینیم و در واقع به صورت اساسی و بنیادی بفهمیم که اینا از کجا میان و چه کارکردی دارن برای در واقع ناشر اون اوراق بهادار و دارنده اون اوراق بهادار چه منافع و تعهداتی در پی دارن. با اینها آشنا خواهیم شد. باز میگم مثل جلسه قبل دوستانی که به هر حال دروس مرتبط با مالی گذرونده باشن قبلا شاید این مطالب جدید نباشه براشون، مروری باشه، یا دوستانی که تجربه فعالیت در به هر حال بازار سرمایه رو داشته باشن همینطور، ولی از جهت اینکه به یک زبان مشترکی برسیم به هر حال یه بار دیدن مطالب ضروری هست. ابتدا در مورد اوراق بهادار اکویتی یا اوراق بهادار مبتنی بر سهام یا مبتنی بر حق مالکانه کمی صحبت بکنیم. برای اینکه اینا رو بفهمیم این اوراق بهادار رو، ما باید یه مروری بکنیم بر مفهوم شرکت‌های سهامی که عمده شرکت‌هایی که دور و بر خودمون می‌بینیم و در واقع تشکیل میدن. این شرکت‌هایی هستن که یه سری شریک دور هم جمع میشن، یه شرکتی تأسیس میکنن، هر کدوم سهم هر کدوم در واقع در اون شرکت توی اساسنامه شرکت مشخص میشه، اون درصد سهم نشون دهنده درصد مالکیت هر کدوم از اون شرکا در شرکته و همچنین طبیعتاً سود شرکت. یه نکته خیلی مهمه که در مورد شرکت سهامی وجود داره اینه که وقتی شما شرکت سهامی دارید، شرکت های سهامی در واقع معمولی که وجود داره تو کشورمون، شما به عنوان سهامدار یا عضوی از اون شرکایی که شرکت رو تأسیس کردن به اندازه سهمتون در واقع مسئولیت دارین در این شرکت. یعنی چی؟ یعنی اگر به هر دلیلی این شرکت مثلا
نتونه تعهداتش رو نسبت به یک طرف دیگری پرداخت بکنه، نهایتا قانون میاد و اون اموال و دارایی های شرکت رو در واقع به عنوان جبران اون تعهدات میتونه در واقع بگیره از شرکت. اما سهامداران یا اون شرکا بیش از اون تعهدی ندارن و به عنوان مثال در واقع قانون مجبور نمیتونه بکنه اونها رو که از اموال و دارایی های شخصی خودشون اون تعهدات رو پرداخت بکنن. یعنی به زبان ساده بخوایم بگیم وقتی شرکت ورشکست میشه، اون دارندگان سهام، شرکا، از اموال شخصی خودشون دیگه لازم نیست اون بدهی های شرکت رو پرداخت بکنن و در نتیجه اون طلبکاران شرکت، البته در صورتی که به حال جنبه تخلف نداشته باشه، دلیل اون عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات. این خیلی مفهوم مهمیه به طور کلی در بحث شرکت ها. حالا حوزه تخصصی منم ابدا نیست، جنبه های حقوقی و قانونی خیلی ریز و جزئیاتی داره که اگر علاقه مندی خودتون مطالعه بکنید. اما این مفهوم مسئولیت محدود یا limited liability هست که خب تقریبا همه جای دنیا در واقع الگوی حاکم بر در واقع شرکت ها هستش. انواع دیگه ای از شرکت ها هم وجود دارن، مثل شرکت های تضامنی، که اتفاقا برعکس، در شرکت های تضامنی اون شرکا یا مؤسسان یا سهامداران شرکت شخصا نسبت به تعهدات شرکت متعهد و مسئول هستن. یعنی اگر اون شرکت در واقع ورشکست بشه، باید بدهی های شرکت رو از اموال شخصیشون بدن. خب طبیعتاً ممکن فکر کنید که پس چرا بریم سراغ شرکت تضامنی؟ اگه خواستیم شرکت بزنیم، شرکت سهامی بزنیم که مسئولیتش محدودتر. بله درسته، اما قانون بعضی از حوزه ها رو در واقع مقید کرده به اینکه شرکت ها تضامنی باشن، که مثالش شرکت های در واقع صرافی ها هستن. اگر دیده باشین صرافی همه شرکت های تضامنی هستن. قانون موظف کرده که صرافی ها به صورت شرکت های تضامنی تأسیس بشن. حالا ما صحبتمون درباره شرکت های سهامی هست که دو تا نوع عمده، سهامی خاص و سهامی عام هستن. شرکت های سهامی خاص خب هم شرکت هایی که حالا هم از شرکت های خیلی کوچیک که دو سه نفر دوره هم جمع میشن یک شرکت تأسیس میکنن. حالا قانون اگه اشتباه نکنم مینیمم 3 نفر رو به عنوان در واقع اعضای شرکت تعیین کرده و درصد سهم هر کدوم رو توی شرکت و مالکیت شرکت مشخص میکنن. معمولا سهام این شرکت ها خیلی کم پیش میاد که منتقل کنه یکی از افراد سهمش رو به دیگری، به یک شخصی جدیدی یا به یکی دیگر از اعضای شرکت، ولی میتونه اتفاق بیفته. اما انتقال سهام باید با رضایت همه شرکا باشه. در مقابل شرکت سهامی خاص، ما شرکت سهامی عام رو داریم که چه تفاوتایی داره. تعداد افراد میتونه خیلی زیاد باشه، افرادی که سهیمن در شرکت سهامی عام، و نقل و انتقال سهام هم آزاده. یعنی شما به عنوان دارنده سهام اون شرکت میتونید اون سهام منتقل کنید به فرد دیگری و اون سهام میتونه توی بورس معامله بشه، البته به شرطی که توی بورس پذیرفته شده باشه. و این سهامایی که ما توی بورس میبینیم که سهامشون معامله میشه، همه از این نوع شرکت‌های سهامی عام هستن. مثل هر شرکت سهامی، در واقع سهامدارا به نسبت سهمشون تو سود تقسیمی شرکت حق دارن، باید از اون سود در واقع بهره مند بشن. به عنوان مثال اگر یک شرکتی 1,000,000 سهم داره و شما فقط یک سهم مثلا حتی از اون سهام اون شرکت رو دارید، به نسبت 1 تقسیم بر 1,000,000 شما هم در مالکیت شرکت سهیم هستین و هم در سود شرکت. این فلسفه سهامه. و همچنین در تصمیم گیری برای شرکت هم به نسبت سهمتون
شما حق دارین، یعنی حق رأی دارین، بنابراین میتونین در جلساتی که برای تصمیم گیری در مورد مثلا سیاست های شرکت تشکیل میشه که بهش میگن مجمع عمومی و تو فواصل زمانی مشخص مثلا 6 ماه یک ساله برگزار میشه، شرکت بکنین، حق دارین شرکت بکنین و در واقع رأی بدین به تصمیماتی که هیئت مدیره پیشنهاد میکنن و همچنین در تعیین اعضای هیئت مدیره و به طور کلی سیاست های شرکت سهیم هستین. بنابراین داشتن سهام یک شرکت چه مزایایی داره برای یک فرد؟ هم در مالکیت شرکت سهیم میشه و هم در سود اون شرکت سهیم هست و شرکت ها هم هر سال در مجامع عمومی سودهای خودشون رو در واقع اعلام میکنن و طی مراحل قانونی اون سود تقسیم میشه بین سهامدارا و افراد سهامدارا میتونن مراجعه بکنن به شرکت سودشون رو دریافت بکنن. فلسفه در واقع این که یک شرکت شرکت سهامی عام بشه این هست که تأمین سرمایه بکنه از طریق مراجعه به عموم مردم. شرکت سهامی خاص معمولا نمیتونن سرمایه خیلی انگفتی جذب بکنن چون تعداد محدودی سهامدار دارن، ولی وقتی شرکت سهامی عام میشن میتونن از تعداد بسیار زیادی از افراد در واقع سرمایه جذب بکنن که حالا اصطلاحاتی که احتمالاً به گوشتون خورده اصطلاحات پذیره نویسی یا عرضه اولیه سهام، اینا روشایی هست که شرکت‌ها میتونن از این طریق در واقع سهامشون رو عرضه بکنن و سرمایه جذب بکنن برای پیشبرد حالا پروژه ها و برنامه های شرکت. این دوان مثال من یه خبری رو آوردم که مربوط به همین روزهای اخیرم هست. خبر میگه که مدیر بزرگترین صندوق بورس از پذیره نویسی صندوق جدید این شرکت خبر داد. من تا خبر بخونیم بعد ببینیم چه برداشتی میکنیم. حالا ایشون مدیر عامل شرکت سبدگردان کاریزما از شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما از روز شنبه 8 خرداد ماه خبر داد. البته فکر می‌کنم این خبر قدیمی تره. آره، حالا می‌تونیم تاریخش رو ببینیم. شرکت سبدگردان کاریزما که نخستین شرکت سبدگردان در بازار سرمایه بوده و اخیراً در همین سال روز تأسیس خود را پشت سر گذاشت، مدیریت بزرگترین صندوق ETF بورس با نماد کمند را بر عهده دارد. ایشون در خصوص جزئیات این پذیره نویسی گفت: صندوق جدید کاریزما از نوع صندوق‌های مختلط بوده که در سطح سهام و سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت آن بین 40 تا 60 درصد متغیر خواهد بود. این ویژگی باعث شده است که این صندوق چیزی بین صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد ثابت باشد و به سرمایه‌گذاری اطمینان را می‌دهد که بتواند بازدهی معقول همراه با ریسک کنترل شده داشته باشد. من فکر می‌کنم شاید توی خود صفحه خبر یک چیزای خوب دیگه‌ای هم باشه. چند تا توی متن این خبر اطلاعات خیلی مربوط به درس ما زیاد وجود داره. بعضیش رو تو همین جلسه صحبت میکنیم، بعضیش هم در جلسات بعدی. و یه نکته مهم اینه که برداشتی که از این خبر میکنیم ما این هست که قرار است یک صندوق سرمایه‌گذاری جدید تأسیس بشه و حالا این تأسیس این صندوق از طریق پذیره نویسی قرار هست انجام بشه. منتها چند تا چیز مرتبط دیگه هم تو خبر هست. یکی بحث شرکت سبدگردان هست. کلا شرکت سبدگردان چیه؟ این از نوع نهادهای مالیه که من فکر می‌کنم جلسات بعد شاید یه جلسه رو اصلا به آشنایی با این نهادهای مالی مختلف در واقع اختصاص بدیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری چی هستن؟ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع صندوق‌هایی هستن که تشکیل میشن متشکل از اوراق بهادار مختلف که این اوراق بهادار میتونه از اوراق سهام باشه. اینجا می‌بینید در واقع درصد سهام و سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت بین 40 تا 60 درصد، یعنی یه صندوق سرمایه‌گذاری هست که بین 40 تا 60 درصدش اوراق با درآمد ثابت هست و مابقیش سهام و سپرده بانکیه. اینا هم از در واقع انواع مختلف اوراق بهادار که تو همین جلسه راجبش صحبت می‌کنیم. و در واقع این عنوان مختلط بودن این صندوق سرمایه‌گذاری هم به همین برمیگرده که خالص تشکیل شده از سهام یا مثلا خالص تشکیل شده از اوراق با درآمد ثابت نیست، بلکه بین اینها هست. در نتیجه از نظر ریسک و بازده بین در واقع صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد ثابت هست. حالا این نکات جانبی بود که از این خبر ما برداشت کردیم. اما در واقع می‌خواستیم راجع به پذیره‌نویسی صحبت بکنیم. اینجا گفته که این پذیره‌نویسی از روز شنبه، ببینیم خبر مال کیه، خبر مال 3/3 هست، بله قدیمی هست، 4 ماه قبل.
از روز شنبه 8 خرداد آغاز میشه و به مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. حداقل سرمایه گذاری هر شخص 1 واحد به ارزش 100,000 تومان و حداکثر سرمایه گذاری هر شخص نیز 5 میلیارد تومان خواهد بود. یعنی اینکه داره در واقع فراخوان عمومی میده این صندوقی که قرار هست تأسیس بشه که میتونید مینیموم 100,000 تومان و ماکسیموم 5 میلیارد تومان شما در واقع تو این صندوق سرمایه گذاری بکنید، در تأسیس این صندوق سرمایه گذاری بکنید، که حالا مسیر انجام این کار هم گفته. من باز تأکید میکنم هیچ منافع خاصی در مورد اسامی افراد یا شرکت هایی که در این کلاس مطرح میشه ندارم و در واقع تبلیغ خاصی نمیخوایم بکنیم. معمولا سرچ میکنم اولین خبرهایی که میاد رو مربوط به اون کیوردی که سرچ کردم برای شما میخونم. این خبر رو داشته باشیم، خبری در مورد پذیره نویسی. یه خبر دیگه هم من اینجا دیدم درباره عرض اولیه. خبر کوتاه، عرض اولیه 10% سهام شرکت توسن در بورس. میگه که عرض اولیه 10% سهام شرکت فلان چهارشنبه گذشته برای نخستین بار به منبع دستورالعمل جدید عرضه‌های اولیه و با کشف قیمت توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری 24 شهریور سال جاری انجام شد. این خبرش اخیره دیگه، این 29/6، یعنی همین امروز. آره دیگه. بعد میگه تعداد 102 میلیون سهم از سهام شرکت فلان برای اولین بار پس از پذیرش در بازار اول فرابورس ایران در نماد توسن به روش ترکیبی از ساعت 7:30 تا 9:30 عرضه شد و در مرحله دوم عرضه به سایر سرمایه گذاران تعلق گرفت. بنابراین گزارش در پایان به هر صندوق سرمایه گذاری و کاربران واجد شرایط 650,804 سهم تخصیص داده شد. تعداد سرمایه گذاران واجد شرایط در این عرضه 158 کد بودن. خیلی خوب، توسن در قیمت 7630 ریالی کشف قیمت شد. خیلی خوب، حالا چیزایی که باز شاید کامل هنوز ما این خبر رو نتونیم دقیق بفهمیم چیه، ولی چیزای دستگیرمون شد اینه که یه شرکتی 10% سهامشو عرضه کرده در بورس و اون 10% در واقع 102 میلیون سهم بوده و به یه روشی که حالا اینجا گفته روش ترکیبی، وارد جزئیات اون نمیخوام بشیم، در بازه زمانی 2 ساعته این عرضه انجام شده و بعد البته مرحله بعدی هم داشته که به سایر سرمایه‌گذاران تعلق گرفته. فقط اینجا تو پرانتز بگم که خود انجام این فرایند عرضه اولیه، یعنی چطور یه شرکتی در واقع یه مقداری سهام رو، سهام جدید رو برای اولین بار عرضه میکنه. ممکنه یه شرکتی برای اولین بار اصلا سهامش عرضه بشه، یعنی یک شرکت قبلا سهامی خاص بوده با عرضه اولیه سهامی عام میشه، یا نه شرکت سهامی عام هست ولی یه مقداری مثلا سهام جدیدش رو میخواد عرضه بکنه در بورس. هر دو اینا میتونه در واقع از این طریق انجام بشه و اون سازوکارش روش‌های مختلفی داره، اینی که اون چه قیمتی تعیین بشه و بعد با چه سازوکاری درخواست‌های افراد در قیمت‌های مختلف تجمیع بشه و یک قیمت مشخص کشف بشه، همین کشف قیمتی که اینجا اشاره کرده. اینا سازوکارهای عرض اولیه است که حالا الان راجبش نمی‌خوام صحبت بکنیم، ولی بنابراین خواستم با دیدن این دوتا خبر یک در واقع سنسی پیدا بکنیم که چرا شرکت‌ها اصلا سهامشون رو عرضه می‌کنن و چه جوریه این عرضه سهام. ولی حالا با یکم دقیق‌تر بخوایم راجع به این صحبت بکنیم، پذیره‌نویسی آندررایتینگ مفهوم مالیش اینه که شما به عنوان کسی که پذیره‌نویسی می‌کنید تعهد می‌دید که سرمایه اولیه شرکت رو تأمین کنید. همون خبر صندوق سرمایه‌گذاری که اول با هم دیدیم، یه صندوقی قرار تأسیس بشه، این نیاز به سرمایه داره. فراخوان میدن دوستانی که علاقه من هستید بیاید تعهد بدید که سرمایه اولیه که این شرکت این صندوق نیاز داره برای شروع به کار رو شما مثلا در یه بازه زمانی مشخص تأمین میکنید که صندوق کارش رو شروع بکنه. برای شرکت هایی به کار میره یا مثلا صندوق هایی که هنوز تأسیس نشدن و برخلاف عرض اولیه که برای شرکت هایی که وجود دارن هم به کار میره. و اونجا یه ارزش اسمی داره هر سهم، مثلا طبق قانون فکر کنم ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریاله. حالا بسته به اون سرمایه‌ای که قراره اون شرکت باهاش تشکیل بشه، کل اون سرمایه تقسیم بر ارزش اسمی میشه تعداد سهامی که
توی این پذیره نویسی در واقع میتونه به طور بالقوه ارزش عرضه بشه به افراد. افراد میان پذیره نویسی میکنن، یعنی تعهد میدن که اون مقداری که مثلا پذیره نویسی کردن، مثلا چه میدونم 1,000,000 سهم رو ضرب در این 1,000 ریال رو حتما پرداخت خواهند کرد. و وقتی این فرایندش انجام بشه، در واقع اون شرکت تأسیس میشه به شکل یک شرکت سهامی عام و همه کسانی که پذیره نویسی کردن و همون نسبتی که پذیره نویسی کردن سهامدار اون شرکت میشن. باز زمانی اون فراینده مثلا چند روز تا چند هفته هست معمولا. عرض اولیه عمومی یا IPO که در کنار پذیره نویسی یکی دیگه از راه‌های اون تامین سرمایه و در واقع عرضه سهام هست، Initial Public Offering در واقع مخفف این هست. این به این صورته که اولا در بورس یا فرابورس انجام میشه، پذیره نویسی خارج از بورس محسوب میشه ولی عرضه اولیه در بورس محسوب میشه. و شرکت ها ممکن اصلا قبلا فعالیت داشته باشن، ممکن سهام خاص بوده باشن، سهام عام بشن، یا اصلا سهام عام بوده باشن بخوان سهام جدید عرضه بکنن، مثلا با افزایش سرمایه بدن به اصطلاح. یکم سازوکارش فرق داره، یه باز قیمتی برخلاف پذیره نویسی که ارزش اسمی داره فیکسه، اینجا یه باز قیمتی تعیین میشه و بعد با یک سازوکار حراجگونه ای اون قیمت دقیق تو اون بازه کشف میشه یا تعیین میشه. بازه زمانی کوتاه مدتی هم معمولا داره، در قالب بورس هم یا توی شرکت در واقع توی بورس یا فرابورس انجام میشه و فرآیند هم در واقع اون سهام جدید میاد تو بورس و معامله میشه. خب این فرایند در واقع عرضه سهام در بورس توی هم بورس اوراق بهادار تهران و هم فرابورس، تو این دوتا بورس در کشور ما شرکت ها میتونن پذیرش بشن، به معنی این که میتونه سهامشون معامله بشه. قوانین مفصلی دارن هر کدوم از این دوتا. بورس اوراق بهادار تهران مثلا چند تا بازار داره. بازار اول، باز خودش بازار اول دو قسمت میشه، قسمت بهش میگن تابلوی اصلی، قسمت تابلوی فرعی. بازار دوم داره. اینا از لحاظ در واقع الزاماتی که اون شرکت باید داشته باشه برای اینکه پذیرش بشه متفاوتن. سخت گیرانه ترینشون در واقع بازار اول تابلوی اصلیه و بعد از اون در واقع تابلو فرعیه. مثلا از نظر میزان سرمایه، تعداد سهامدار، این معیارایی هست که حالا قانون مکتوبش وجود داره، دوستاش میتونید ببینید. بعد از اون بازار دومه که باز شرکت کوچیک‌تر و با شرایط سهل‌گیرانه‌تری میتونن واردش بشن. اینجا به عنوان مثال یک قسمتی از در واقع من سایت سازمان بورس رو آوردم که اطلاعات مربوط به شرکت فولاد مبارکی اصفهان رو نوشته با نماد فولاد، که میگه در بازار اول تابلوی اصلی این شرکت وجود داره و سهامش معامله میشه. و اینجا دیگه کلی اطلاعات راجع به سهامش و اینها میده که حالا شاید در جلسات بعدی با اینها ما بیشتر آشنا بشیم. میشه در واقع شرکت های دیگر رو هم میتونید اینجا ببینید. این کلیک کنیم. سایت TSETMC اگر شما بیاید TSETMC.com. این سایت جلسه قبل هم گفتیم اطلاعات همه بورس ها رو تو خودش داره، یعنی این تب اگر نگاه کنید بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی ایران و بورس کالا، هر چهار بورس و همراه البته اطلاعات دیگه اینجا تو این سایت وجود داره. مثلا در بورس اوراق بهادار تهران بیاین، حالا اینجا البته من چرا الان نمیاره اینو، بله اینجا نمادهای این البته اومدم توی تب، خب بریم تو تب در یک نگاه که اطلاعات کلیه بورس اوراق بهادار تهران هست. حالا البته الان بازار بسته است، بازار بورس از 8:30 صبح تا 12:30 فعالیت میکنه. اینجا یه سری نمادهای مثلا پرتراکنش امروز رو نوشته. مثلا فرض کنید این شرکت رو ما روش کلیک بکنیم ببینیم اطلاعاتش رو، اینکه در کدوم بازار در واقع بورس داره معامله میشه. البته اگر بیاره این چون نمیاره. بله اینجا این شرکت در بازار دوم بورس داره معامله میشه، اطلاعاتش هم اینجا هست. حالا قیمت
خریدش، در واقع قیمت فروشش، قیمت آخرین معامله، تعداد معاملات و غیره. حالا راجع به اینها بعدا بیشترش میخواهیم شد. فعلا منظور این بود که در واقع این بازارهای مختلفی که این شرکت ها درش پذیرش شدن و سهامشون معامله میشه رو اینجا میشه مشاهده کرد. در فرابورس هم همینطور یه سری از شرکت ها هم هستن که حالا برگردیم به اسلایدمون، کلن اصلا همونطور که جلسه قبلم گفتم فلسفه ایجاد فرابورس یکی از کارکرداش این بوده که شرکت هایی که اون شرایط سختگیرانه خود بورس اوراق بهادار تهران رو ندارن بتونن اینجا پذیرش بشن و سهامشون معامله بشه. بنابراین در واقع شرکت های کوچیکتری میتونن تو فرابورس وارد بشن. باز اینجا هم بازارهای مختلف داره، هر کدوم قوانین و در واقع الزامات مختلفی داره که بر اساس اونا شرکت ها میتونن بیان و پذیرش بشن. اینجا توی خود سایت فرابورس باز میشه لیست این شرکت های سهامی مختلفی که سهامشون عرضه شده، فکر می کنم تو قسمت دیدبان بازار اگر بیایم، بله اینجا مثلا تیک زده بازار اول و دوم و اینجا داره به ما نشون میده در فرابورس. اینا همه شرکت هایی هستن که اینجا نمادشون هم میبینیم، نمادهای این شرکت ها که معامله میشن و اطلاعات معاملاتی این شرکت ها رو اینجا نوشته. از تعداد فرابورس نمیدونم، تعداد شرکت ها خیلی بیشتره، ولی تو بورس اوراق بهادار حدود بین 300 تا 400 تا شرکت سهامی هم در بورس اوراق بهادار تهران سهامشون پذیرفته شده و معامله میشه. خیلی خب، اینم پس اطلاعاتی راجع به اوراق سهام. یه سری اوراق دیگه مبتنی بر اکویتی هم هست البته که خیلی نزدیک به سهام، مربوط به سهام، مثلا سهام ممتاز که مثلا دارنده اون یک امتیازاتی نسبت به دارندگان سهام عادی داره، مثلا اولویت در پرداخت سود مثلا، یا حق تقدم خرید سهام. وقتی شرکت میخواد افزایش سرمایه بده تا سهاماش رو بیشتر کنه، اولویت در خرید این سهام جدید با خود اون دارندگان سهام فعلیه. بعد خود این حق تقدمه خودش به عنوان ورق بهادار قابلیت معامله در بازار داره. یعنی شما اون سهامدار ممکنه نخواین سهام جدید رو بخرین، حق تقدمتون رو بفروشین به دیگران. و اینم باز یه ورق بهاداریه که معامله میشه در بورس ولی مبتنی بر سهام هست. که حالا دیگه وارد جزئیات اینها نمیخوایم بشیم. خب حالا بریم نزدیکتر بشیم به موضوع درسمون که اوراق بهادار با درآمد ثابت هستن. ببینید اگه بخوایم یه تعریفی بدیم از اوراق با درآمد ثابت، اینا اوراقی هستن که ناشر اون ورقه متعهد میشه که توی تاریخ‌های معین یه سودای معینی به اون دارنده پرداخت کنه و یه زمان سررسیدی هم دارن معمولاً که اصل اون پول اولیه‌ای که برای خرید اون اوراق پرداخت شده هم در واقع به دارنده پرداخت میکنن. این تعریف اوراق با درآمد ثابت هست. نسبت به سهام تقریبا مشخصه مزیتی داره، ریسکش کمتره. شما یه درآمد ثابتی دارید، یه سودهای فیکسی در واقع قراره در آینده از اون سهام نصیب، از اون ورقه بهادار نصیبتون بشه. در حالی که در سهام سودی که از داشتن یک ورقه سهم نصیب شما میشه این هست که در واقع در مواقعی که شرکت سود جدید میخواد تقسیم بکنه به نسبت اون سود شما هم بهره مند میشین. منتها خب ممکنه اون سود غیر قابل پیش بینیه، یعنی سود فیکس و از قبل مشخصی نیست. بنابراین ریسک کمتری دارن، منتها به این معنی نیست که اصلا ریسک ندارن اوراق با درآمد ثابت. مثلا یه ریسک بدیهی که حالا شاید خصوصا تو کشور ما خیلی مهم باشه، ریسک تورمه. درسته که شما میدونید در یه زمانه معینی در آینده قراره یه مبالغی دریافت کنید، منتها خب قدرت خرید اون مبلغی که دریافت میکنید در اثر تورم میتونه خیلی کم بشه. بنابراین به یه معنا ریسک داره. یه ریسک دیگه ریسک نکوله که البته کمتر رخ میده، هرچه قوانین نظارتی
توی بازار سرمایه جدی تر باشه، نکول یا دیفالت کمتر رخ میده. دیفالت یعنی چی؟ یعنی شما اوراق درآمد ثابت دستتون هست و ناشر اون ورقه حالا یه شرکتی هست، اون در زمان سررسید مثلا نمیتونه پول شما رو بده، مثلا ورشکست میشه یا به هر دلیلی. اصطلاح نکول یا دیفالت توی مالی وقتی به کار میره دقیقا به معنی این هست که طرف قرارداد به تعهدات خودش عمل نکنه، حالا به هر دلیلی، ورشکست شده باشه یا هر دلیل دیگه. اینو میگن نکول. حالا من نمیدونم در دوران اخیر اوراق با درآمد ثابت تو کشور ما نکول داشتن یا نه، ولی خب در دنیا مثالایی از نکولای بزرگ از اوراق با درآمد ثابت، حتی اوراق با درآمد ثابتی که دولت ها منتشر کردن وجود داره. برای این ریسک هم ریسکیه که وجود داره در اوراق و درآمد ثابت، ولی به هر حال حداقل ریسک قیمت، ریسک مثلا سود تقسیمی اینها رو ندارن اوراق با درآمد ثابت. خب حالا مثال های اوراق با درآمد ثابت چی هستن؟ یه نکته مهم در مورد اوراق با درآمد ثابت اینه که این اصل و سود اوراق با درآمد ثابت جزء بدهی شرکت محسوب میشن و نسبت به سهم سهامدار اولویت داره. یعنی چی؟ یعنی اگه شما اوراق بهادار با درآمد ثابت در واقع منتشر شده توسط شرکت داشته باشین، وقتی میخوان سود پرداخت به سهامدارا، اول میان بدهی شما رو کسر میکنن، اگر چیزی باقی موند از اون سود سهامدارا رو میدن. بنابراین به یه معنا این نوع اوراق بهادار یک مزیتی نسبت به اوراق سهام داره. مثلا وقتی شرکت ورشکست بشه، اول میان همه بدهیاشو میدن و طبیعتاً چیزی تش نمیمونه، به سهامدارا هیچی نمیرسه. بنابراین وقتی شرکت ورشکست میشه به سهامدار هیچی نمیرسه، اما بر اساس اون مقدار دارایی که از شرکت مونده به نسبت طلبکارا یه چیزی بهشون خواهد رسید. پس به این معنا هم یک مزیتی دارن. خب این هم یک تفاوت با اوراق سهام. مثالای مهم اوراق با درآمد ثابت تو دنیا اوراق قرض است. باند بهش میگن به اصطلاح، که خیلی مرسوم هم هست در دنیا. توی این نوع اوراق در واقع اون ناشر و اون دارنده اون ورقه رابطهشون به اصطلاح قرض دهنده و قرض گیرنده است. یعنی انگار از طریق انتشار این اوراق اون ناشر قرض میکنه از خریداران، از مردم، از عموم افراد، از سرمایه گذارا. اون ناشره میتونه در واقع دولت باشه، مثلا شهرداری ها، نهادهای عمومی باشن، ممکنه شرکت های خصوصی، شرکت های سهامی باشن، ممکنه هدف اون تأمین مالی مثلا انجام یه پروژه باشه، یه طرح باشه، یا هر چیزی، و با مقاصد مختلفی برای تأمین مالی این نهادهای مختلف اقدام انتشار اوراق قرضه میکنن. منتها خب طبیعتاً برای وجود انگیزه در افراد برای اینکه این قرض رو انجام بدن، اینا میان یه سودی علاوه بر اون در واقع اصل پول هم پرداخت میکنن به افراد. به اصطلاح یه تعدادی کوپن داره، حالا میگن کوپن، قدیما که کاغذی بوده این ورقای بهادار، واقعا یه کوپنی بهش بوده که اون کوپنه رو میکندن میرفتن سودشون رو میگرفتن. الان که دیگه همه چیز دیجیتالیه، ولی این اسم روش مونده. مثلا این ورقه ای بوده که مثلا فرض کنید با سررسید 4 ساله و هر 6 ماه یه کوپن داشته، یعنی مثلا در مجموع 8 تا کوپن داشته، در پایان هر دوره کوپن مربوطه رو میبردن، سود اون دوره رو میگرفتن. الان به همین صورته و در پایان دوره آخر غیر از سود اون اصل پول رو هم در واقع دریافت میکردن. همونطور گفتیم هدفش هم تأمین مالیه، نهادهای مختلفی هم منتشرش میکنن. منتها تو کشور ما در واقع بعد از انقلاب اسلامی ما این نوع اوراق رو نداریم. دلیلش هم ربوی بودن این نوع اوراق در واقع همه کشورهای اسلامی که قوانینشون مبتنی بر فقه اسلامی هست این نوع اوراق رو ندارن. بعضی کشورهای اسلامی به این صورتی که این اوراق رو دارن، ولی ممکنه مثلا گروهی از مردم به همین دلیل از اون اوراق استفاده نکنن، ولی برای ما تو کشورمون الان نداریم. از نظر فقه اسلامی
این نوع ورقه قرضه، این نوع در واقع قرارداد ربوی محسوب میشه که معناش چیه. حالا باز تو این زمینه ما خیلی متخصص نیستیم نظر بدیم، ولی در حد خیلی خلاصه بخوایم بگیم، ربا تعریف میکنن متخصصین به معنی قرض به شرط زیاده. یعنی شما طی قراردادی قرض بگیرید از فردی و تعهد بدید که در مثلا آینده بیش از اون مبلغی که قرض گرفتید رو برگردونید به فرد، هم چیزی ربا محسوب میشه. و خب اوراق قرضه رو ظاهرا امکان اینکه بشه در قالب عقود اسلامی گنجوند وجود نداره، و همین دلیله که ما این نوع اوراق رو در حال حاضر در کشورمون نداریم. نکته دیگه این که به نوع مثلا در واقع کشورهای دیگه که اوراق قرضه هست، عمده اوراق درآمد ثابت همین اوراق قرضه هست، چون حتی خیلی جاها ممکنه به جای هم به کار برن این اصطلاحا در حدی که اشتراکشون خیلی زیاده. و اما در کشور ما چه نوع اوراق وجود داره؟ خب در سالهای بعد از انقلاب در واقع اوراق مالی مختلفی طراحی شده که قابلیت اینو داشته که در عقود اسلامی بگنجه، انواع عقود اسلامی بگنجه، ولی همون کارکرد اوراق با درآمد ثابت رو تا حدودی داشته باشه. که مثالایشون که وجود داره امروز و معامله میشه، حالا راجبشون الان صحبت خواهیم کرد، سریا رو مثلا یکی از معروف ترینش اوراق مشارکته که احتمالاً به گوشتون خورده و اولین نوعی هم هست که تو کشور ما شکل گرفت و معامله شد، و در سالهای بعد، سالهای اخیر، شاید مثلا 10 سال اخیر، انواع مختلف دیگه ای هم از این اوراق مالی که سازگار با فقه اسلامی هست طراحی شده و وجود داره الان در بازار، که حالا معروف تریناش اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مراوحه و غیره هست که اینجا سریا رو اس بردیم. بعضیشون الان توضیح میدم، اون ایده اصلی رو خواهید گرفت. باز هر کدوم از اینا جزئیات حقوقی قانونی خیلی ریزی داره که در جلسات آینده ما راجبشون، نه راجع به همشون، راجع به سرشون صحبت خواهیم کرد. یه نکته بگم، ما از جنبه تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با درآمد ثابت وقتی وارد بخوایم بشیم، خیلی از این انواع اوراق با وجود تفاوت حقوقی و قانونی که دارن، از نظر تحلیل ریسک و بازده کاملا شبیه همن، و همین دلیل هم هست که شاید ما خیلی از نظری تو قسمت نظری درس که وارد بشیم، عمده نظریاتی که ممکنه اصلا در علم مالی برای تجزیه تحلیل مثلا باندها و اوراق قرضه توسعه پیدا کرده و دیولپ شده، عیناً برای همین نوع اوراق با درآمد ثابتی که تو کشور ما هم وجود داره قابل استفاده باشه. برای اینو در ذهن داشته باشین که توی تجزیه تحلیل این اوراق بهادار خیلی وقتا نوع اون قرارداد و عقودی که در واقع از جنبه حقوقی مهم هست، اون قسمت خیلی مهم نیست. ولی راجب برخی از مهمترینای اینا الان یک توضیحات مختصری خواهیم داد. گفتیم اوراق مشارکت از معروف ترین های این اوراق با درآمد ثابت بوده. اولین اوراق مشارکت سال 73 منتشر شد توسط شهرداری تهران برای پروژه بزرگراه نواب، و خب به تدریج با استقبال روبرو شد این اوراق مشارکت در سالهای بعدی و اوراق مشارکت زیادی منتشر شد. معنای اوراق مشارکت چیه؟ مثلا یک پروژه قرار هست انجام بشه یه جایی مثل شهرداری، این میاد اوراق مشارکت منتشر میکنه و به در واقع دارندگان اون اوراق مشارکت، خریداران، میگه که شما در این طرح سرمایه گذاری سهیم هستین، خب، و در نتیجه طبیعتاً در سود حاصل از این پروژه هم سهیم خواهید بود. مثلا یک بزرگراه ساخته میشه، حالا عوارضی گرفته میشه برای اون دیگه، شهرداری عوارضی میگیره، این میشه سود حاصل از اون پروژه، و در سود حاصل از اون پروژه همه افرادی که اون اوراق مشارکت رو تهیه کردن سهیم خواهند بود، غیر از اصل پولی که برمیگرده در فاصله زمانی مشخص شده بهشون، اون سوده هم برمیگرده. منتها نکته ای که هست اینه که با یک سازوکاری که حالا باز منم جزئیات کاملش رو نمیدونم، این نوع اوراق این خاصیت داره که اوراق با درآمد ثابته، یعنی اون سوده سود فیکسی هست. حالا چطور سوده سود فیکسیه؟ در حالی که ممکنه پروژه اون سود فیکسی که براش پیش بینی شده رو
نده. اینجا یک نهاد دیگه مثل یک بانک مثلا یه مؤسسه مالی میاد تضمین میکنه، میگه که من تضمین میکنم که به هر حال اگرم سود این پروژه کمتر از اون مقدار پیش بینی شده علل حساب بود، مثلا اون ما با تفاوت رو پرداخت بکنم. باز چون اون جنبه های فقهیشو که من اصلا تخصصی ندارم، ولی در این حد میدونم که به هر حال این قانون در واقع از نظر گروهی که مسئول تطبیق به هر حال قوانین این اوراق بهادار با قوانین فقهی هستن، به هر حال یه قانون مجاز پذیرفته میشه. بنابراین این اوراق مشارکتی سود علل حساب دارن و البته سود تحقق یافته، یعنی غیر از اون سود مثلا ممکنه اوراقی که منتشر میشه چه میدونم 5 ساله باشه مثلا 30% سود علل حساب، یعنی اینکه شما الان یه پولی میذارین توی پروژه تا 5 سال بعد 30% مثلا سود به شما خواهد داد. حالا ممکنه سود نهایی بیشتر از اون باشه یا کمتر از اون باشه. اگه بیشتر از اون باشه اون سود تحقق یافته اون ما با تفاوت رو بهتون میدن. اگه کمتر از اون باشه خب همینطور که گفتیم نمیان بگیرن از شما اون سودی که قبلا دادن، چون دیگه اون وقت اوراق با درآمد ثابت محسوب نمیشه. اون نهادی که تضمین کرده اون ما با تفاوت رو پرداخت می‌کنه. یه همچین ساختاری داره اوراق مشارکت. قابلیت معامله در بورس داره. الان دیگه خیلی از اوراق مشارکت توی بورس معامله میشه، البته در صورتی که شرایطی داشته باشه و پذیرش شده باشه. بنابراین توی این نوع اوراق بین اون ناشر و خریدار دیگه رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده نیست، نه رابطه وکیل و موکل. یعنی اون ناشر که مثلا نهاد مالی هست به وکالت از شما تو اون پروژه انگار سرمایه گذاری کرده و بعد سود حاصل از اون پروژه رو هم به شما برمیگردونه. خب نگاهی هم به سوالات شما بندازیم. گفتن به جای قرض مشارکت منتشر می کنند. یکی از انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت مشارکت، یه سر دیگه هم در ادامه خواهیم گفت. بله گفتم دیگه، ما که الان اوراق قرض در کشور نداریم ولی یکی از جایگزین هاش اوراق مشارکت هست. بله میدونم بعضی دوستان در این زمین ها اطلاعاتشون از من بهتره، بنابراین ما رو از کامنت های خودتون برمند کنید، ممنون میشیم. اگر هم احساس کردین جایی من دقیق نگفتم ممنون میشم بگید. یه نوع دیگه ای که خیلی زیاد هست توی بازار، هم بورس اوراق بهادار هم فرابورس معامله میشه، اسناد خزانه اسلامی به اصطلاح بهش میگن که با نماد اخزا معامله میشه. اولین بار سال 94 طراحی شد این ابزار مالی و در بورس معامله شد. معنای این و کارکرد این اوراق چی هست؟ یه ورقه بهاداریه، یه ارزش اسمی داره. حالا ارزش اسمی استانداردش نمیدونم چیه، مثلا فرض کنیم 1,000,000 تومان و یه سررسید معین مثلا 1 ساله. مثلا سررسیدش فرض کنیم شهریور 1401. معنیش اینه که دارنده اون ورقه میتونه در شهریور 1401 مراجعه بکنه به ناشر اون ورق بهادار که دولته و 1,000,000 تومان بگیره. خب بنابراین فقط اصل پول در کاره، نه سودی داره و نه کوپونی داره این نوع ورق بهادار. خب حالا سوال اینه که کی از این ورق بهادار استفاده میکنه؟ در واقع ایده‌ای که شکل گرفته اینه که دولت وقتی که به حال اون نقدینگی لازم رو نداره که بتونه بدهی خودش رو بده، مثلا یه سری پیمانکاران و طلبکاران غیر دولتی، شرکت هایی که یه پروژهی برای دولت انجام دادن، دولت پولش رو میخواد الان به صورت نقد نده. به چه صورتی میده؟ به صورت در قالب این اوراق، این اسناد خزانه. منتها نکتهش اینه که طبیعتاً به همون قیمت 1,000,000 تومان که طبیعتاً خیلی منصفانه نیست بده. الان اگر طلبکار 1,000,000 تومان طلب داره از دولت، دولت نمیتونه یه ورقه بده بگه سال دیگه بیاین 1,000,000 رو بگیر. به جاش میاد مثلا در ازای مثلا 900,000 تومان بدهی یه ورقه میده با ارزش اسمی 1,000,000 تومان. بنابراین اون قیمت اولیه که بر اساسش واگذار میکنه اون ورقه رو کمتر از اون ارزش اسمی است. پس به نوعی اگه بخوایم تحلیل بکنیم، اون طلبکاری که این ورقه رو گرفته انگار یه جور در واقع اوراق قرضه گرفته، شبیه هست به اوراق قرضه.
منتها چارچوب حقوقیش متفاوته. چرا شبیه هست؟ چون انگار 900 هزار تومان پول داده، سال دیگه 1 میلیون تومان پول میگیره. منتها تفاوتش اینه که واقعا 900 هزار تومان پول نداده، قبلا 900 هزار تومان کار کرده برای دولت، در ازای طلبش از دولت این 1 میلیون تومان رو داره میگیره با سررسید سال آینده. این در واقع کارکرد اسناد خزانه هست که خب به هر حال این اوراق از شبیه اسناد خزانه امروزه تبدیل به یک منبع مهمی از بودجه دولت شدن، این قسمت مهمی از بودجه دولت هستن و به هر حال سیاست های مالی رو از یکی از اهرم های دولت برای سیاست های پولی و مالی همین اوراقی هست که منتشر میکنه. بعد از این که اون طلبکارا گرفتن اون اسناد خزانه رو، طرف پول میخواد الان، نمیخواد صبر کنه تا سال آینده بره مثلا 1 میلیون تومان بگیره. میره چیکار میکنه؟ همین امروز میره در بورس اونو میفروشه. خب و در نتیجه بستگی پیدا میکنه که حالا قیمت این ورقه تو بورس چقدر باشه. اینکه برای قیمت این ورقه تو بورس چقدر خودش در اصل عرضه و تقاضا تعیین میشه. بنابراین اینم از اسناد خزانه که نوع مهم از اوراق مالی اسلامیه. این نوع ورقه خیلی شبیه در بازارهای کشورهای دیگه، شبیه اوراق قرضه بدون کوپن به اصطلاح بهش میگن، یعنی یک باندی که کوپن نداره. کوپن ها همون سودهای میانی بود که داده میشد. زیرو کوپن باند ها اوراق قرضه یعنی که کوپن نداره، فقط الان شما میری تو بازار میخریش، در زمان سررسید اون ارزش اسمی رو به شما میده دولت یا ناشر اون ورقه هر کی که بوده. خب این اسناد خزانه. این انواع دیگه هم از اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی وجود داره که اتفاقا مثلا ایده های جالبی هم خیلی ها توشون هست. حالا منم همشون رو دقیق و جزئیات نمیدونم بعضیشون رو، ولی الان اشاره میکنیم و توی بازارمون معامله هم میشه، توی بورس و فرابورس. یکیش اوراق اجاره است. اوراق اجاره یه ورق بهاداریه که مثلا اوراق اجاره یک دارایی خاص، مثلا یه کارخونه یا یه ملک. کسی که اون ورقه رو داره به نسبت تعداد ورقه‌ای که داره مالک اون دارایی، مشابه با سایر دارندگان اون ورقه. کارکردش چیه؟ یه مؤسسه مالی میاد مثلا برای دولت یا یه شرکتی یا نهادی که نیازمند تأمین یک کالایی، زمینی، هر چیزی هست، میاد اوراق منتشر میکنه، منابع مالی جمع میکنه، با اون منابع مالی میره اون کالا رو تهیه میکنه، مثلا کارخونه، تجهیزات، زمین، هرچی تهیه میکنه، در اختیار اون در واقع بنگاه میذاره، به اونا اجاره میده، در قالب اجاره به اونا واگذار میکنه و ازشون اجاره بها میگیره دیگه. بنابراین اون اجاره بهای حالا مال کیاست؟ مال که افرادیه که اون ورق بهادار و اون اوراق اجاره رو خریدن. بنابراین اون در قالب سود برمیگرده به کسانی که اون ورق رو خریدن و خب در یه زمان سررسیدی دیگه دوران این اجاره تموم میشه. مثلا حالا احتمالا اگر اجاره به شرط تملیک بوده، در واقع اون مثلا به مالکیت اون نهاد در میاد، افرادم اصل پولشون رو هم علاوه بر اون اجاره بهایی که گرفتن دریافت میکنن. این ایده اوراق اجاره است. باز از منظر تحلیل مالی چیزی که ما میبینیم یه اوراق با درآمد ثابته، یعنی یک بازاری براش وجود داره، خرید میکنین تو اون بازار، در یه زمانهای ثابتی سودهای معینی پرداخت میشه و در زمان سررسیدم اصل پول یا اون ارزش اسمی در واقع برمیگرده. یه نوع دیگه‌اش هم باز اوراق مرابحه هست. این هم باز هست تو بازار زیاد. اسمش از یه نوع قرارداد باز توی عقود اسلامی میاد که بتونید قرارداد مرابحه، که اون قرارداد مرابحه اینه که شما مثلا برای فرد دیگه‌ای بری یه کالایی رو خریداری بکنی ولی به قیمتی بیش از اون که خریداری کردی به اون فرد بدی. این نوع قرارداد مجازه، نظر فقه اسلامی مشکلی نداره، حالا در اون حدی که من میفهمم البته که تخصصم نیست. و بر اساس این قرارداد مرابحه، این اوراق مرابحه طراحی شده، یعنی اینکه باز این اوراق نشان دهنده مالکیت اون
دارنده اوراق در اون دارایی، حالا باز هر چیزی میتونه باشه، منتها در واقع به نوعی به این معنی است که اون مؤسسه مالی میره با دارایی شما اون کالا رو، زمین و کارخونه رو، تجهیزات و هرچی میخره، در قالب قرارداد مرابحه میده به اون نهادی که نیازمندشه، پس یه پولی بیش از اونی که شما پرداخت کردین حالا برمیگرده بهتون. پس بنابراین یه اوراق با درآمد ثابت میشه. این هم از اوراق مرابحه. برات انواع دیگه هم اوراق بود، اونجا لیست کردم، استثناء و منفعت به انواع مختلفی داره که اینا هر کدوم تفاوتاشون توی اینه که از نظر حقوقی توی یک نوع خاصی از عقود اسلامی میگنجن. یه توضیح هم راجع به اوراق مشتقه بدیم، دریویتیو ها. این هم تون دستبندی که اول گفتیم یه دسته دیگه ای از اوراق بهادار بود. باز میگم خیلی از اینا ممکنه مرز مشخصی نداشته باشه، ممکنه یک اوراق بهاداری طراحی بشه که به یه معنا مثلا دریویتیو باشه، به معنا درآمد ثابت باشه، ولی این مفهوم کلی رو خوبه در ذهن داشته باشیم. اوراق مشتقه تعریفش چیه؟ یه اوراق بهاداریه که ارزشش به نوعی متکی به خود اون قرار داده نیست، بلکه متکی به یه دارایی های دیگه ایه. یک یا چند دارایی دیگه که بنا میگن دارایی پایه، underlying حالا انگلیسی هم میشه، چون ارزشش از اون دارایی پایه مشتق میشه بهش میگن اوراق مشتقه. حالا تا مثال نبینیم شاید متوجه نشیم. اون دارایی پایه ممکنه دارایی فیزیکی باشه، کالا، محصولات، خدمات حتی، و ممکنه خود اون دارایی پایه دارایی مالی باشه، مثل سهام، اوراق قرضه، حتی شاخص میتونه اون دارایی پایه باشه، یعنی ممکنه واقعا هم دارایی از جنس دارایی نباشه. مثالاشو ببینیم. این مثال خیلی مهمش و کاربردی که توی کشور ما هم خب وجود داره رو خیلی از کالاها، قراردادهای آتی یا فیوچرز هست. اینا قراردادهایی هستند که فروشنده اون تعهد میکنه که در واقع در یه زمان مشخص سررسیدی یه مقدار معینی از اون دارایی پایه رو، از این کالای مشخص رو به قیمت مشخص به خریدار بفروشه. بنابراین به نوعی میشه گفت یه جور مثلا پیش فروشه و کسی که اینو میخره به نوعی انگار پیش خرید کرده، یعنی در زمان سررسید قراره به یک قیمت مشخص یک کالای مشخص رو بخره. خب ابزارهای فیوچر ابزاره خیلی مهمی برای پوشش ریسکن یا هج کردن ریسکن و البته بازار اینها وقتی شکل میگیره خیلی افراد به هدف کسب سود از نوسانات قیمت هم واردش میشن، ولی خیلی از بازیگران بازار آتی هدفشون پوشش ریسکه. به عنوان مثال اگه بخوایم بگیم یک شرکت کشتیرانی رو در نظر بگیرید که خب این یکی از نیازهای اصلیش سوخت کشتیه و این سوخت کشتی خودش در معرض ریسک‌های مختلفیه، مثلا قیمت نفت نوسان میکنه، قیمت سوخت کشتی هم تغییر میکنه، اون خودش تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و غیره. این شرکت چون میخواد این ریسک رو پوشش بده میاد از الان مصرف مثلا یک سال آیندهشو برای سوخت کشتی هاش در قالب قراردادهای آتی تهیه میکنه. ممکنه بعداً بفهمه که ضرر کرده چون ممکنه تو این یک سال قیمت بیاد پایین، ممکنم است سود کنه چون ممکنه تو این یک سال قیمت بره بالا، ولی حداقل اون ریسک رو به نوعی حذف کرده دیگه. اینا قراردادهای آتی یا فیوچرز هستن. بنابراین این خودش یک قرارداده که حالا این خود قرارداده میتونه به عنوان یک ورقه بهادار معامله بشه در بورس. خود این ورقه بهادار فیوچرز در بورس معامله میشه و در واقع مثل سایر اوراق بهاداره. این یه جور ورقه مشتق است چون ارزشش تابعی از ارزش اون دارایی پای است. حالا تحلیل این قرارداد آتی هم خودش خیلی موضوع مفصلی ولی به هر حال از درس ما خارج هست. یه نوع قرارداد خیلی نزدیک به قرارداد آتی هست بهش میگن قرارداد فوروارد. کاملا تعریفش همون تعریف قرارداد آتی، فقط تنها تفاوتش اینه که خارج از بورس معامله میشه، یعنی اوور دی کانتر معامله میشه، ولی مفهومش و کارکردش دقیقا همونه. تو فارسی بهش میگن پیمان آتی به جای قرارداد آتی. خب ببینیم سوالی هنوز نیست. و اما قرارداد نوع دیگه از اوراق مشتقه قرار اختیار معامله هستن یا آپشن ها.
اینا تعریفشون کمی پیچیده تره. یه قراردادیه که باز یه دارایی پایه داره، مثلا دارایی پایه فرض کن باز ممکنه همون سوخت کشتی باشه، مثلا 1000 تن سوخت کشتی. تو این قرارداد قید شده که اون طرف قرارداد، اون دارنده این اختیار معامله، میتونه اگر خواست در یه زمان مشخصی، زمان سررسید مشخصی در آینده، این مقدار مشخص از اون دارایی پایه رو به فلان قیمت مشخص بخره، ولی میتونه هم نخره، متعهد نیست. در قرارداد آتی طرف متعهده که در زمان سررسید به اون قیمت بخره، تو آپشن ها طرف متعهد نیست، میتونه هم نخره، بنابراین یه مزیتی از این نظر داره. و همچنین در مورد فروش هم هست، طرف متعهده که این مقدار از این کالا رو در این زمان بفروشه، نه متعهده، میتونه بفروشه، میتونه هم نفروشه. در اینجا طبیعتا میاد حساب و کتاب میکنه، اگر در اون زمان سررسید قیمتی که تو بازار وجود داره برای اون دارایی پایه بهتر بود از قیمت قید شده در قرارداد، خب طبق قرارداد قراردادو اجرا نمیکنه، حق داره قرارداد اجرا نکنه، میره تو بازار اجرا میکنه. بنابراین از یه جهت مزیت داره، ولی خب طبیعتاً به همین دلیل قیمت اون قرارداد تو بازار برای اون طرفی که میخواد ریسکش رو هج بکنه شاید بیشتر باشه. این هم قرارداد اختیار معامله. ما در بازار خودمون اختیار معامله خیلی کمتر از قرارداد آتی، ولی وجود داره. حالا الان تو سایت بورس یه نگاهی میندازیم ببینیم روی چه کالاهایی و چه نمادهایی اختیار معامله وجود داره. نوع دیگه ای هم هست، قرارداد سواب، که اینو من الان نمیدونم اصلا تو بازار خودمون وجود داره در این لحظه یا نه، میتونیم اینم نگاه کنیم. قرارداد معاوضه که یه قراردادیه که دو طرف بر اساس اون دو تا دارایی رو با هم معاوضه میکنن. حالا اون دارایی ممکنه خود دارایی رو معاوضه کنن یا منافع حاصل از دو دارایی رو، ولی باز اینم یه ورقه مشتقه است، چون که ارزشش در واقع وابسته به اون دارایی های پایه‌ایه که قرار هست معاوضه بشه. خب این هم از اوراق مشتقه. یه توضیح کوتاهی هم بدم که حالا ما کارمون در ادامه، یه قسمت مهمی از کارمون دیدن نظریه های در واقع این اوراق با درآمد ثابته و به طور کلی تحلیل اوراق بهادار. دو تا مفهوم خیلی مهم که اینو در ذهن داشته باشین تا جلسات بعد دقیق تر و مفصل تر راجع به صحبت بکنیم، مفهوم بازده هست یکیش و مفهوم ریسک. شاید بشه گفت این دوتا مفهوم پایه همه نظریه های فاینانسی و مالی هستند. همه این اوراق بهاداری که ما گفتیم منفعت و آیدیشون برای دارنده چیه؟ اینه که قرار هست در یه زمانی در آینده یک دریافتی های مالی از قبل اون اوراق داشته باشه دیگه. حالا اون زمان ها ممکنه مشخص باشه، ممکنه نباشه. اون مقادیر ممکنه مشخص و قطعی باشه مثل اوراق با درآمد ثابت، ممکنه غیر قطعی باشه مثل سهام، ولی به هر حال همه اینها یک منافع مالی در آینده برای دارنده اون اوراق بهادار دارن. این که ما اون منافع مالی آینده رو اندازه گیری کنیم و با یه عدد نشونش بدیم، اون میشه بازده اون را بهادار، که حالا با روش های مختلف میشه این بازده و اندازه گیری و کمی کرد. در واقع قسمت مهم کار کمی کردن اون بازده یا آیدی یا ثمره، همه این اصطلاحات به کار میره که بهش به طور کلی میگیم ریترن. بنابراین مفهوم کلیه که حالا مثالهاشو در آینده خواهیم دید. ولی تنها چیزی که تعیین کننده ارزش اون را بهادار هست، اون عدد بازده که به نوعی خلاصه شده اون آیدی هست نیست. چرا که ممکنه یک ورقه بهادار بازده بالایی، بازده مورد انتظار بالایی داشته باشه، ولی اون بازده همراه با ریسک بالایی باشه. یعنی ممکنه شما با احتمال خوبی سود خوبی بکنی، ولی با احتمال کمی هم مثلا زیان وحشتناک بزرگی بکنی. این شاید تو اون عدد بازده مورد انتظار خودشو نشون نده، چون احتمالش خیلی کمه،
ولی توی ریسک خودش رو نشون میده. این یعنی یه ورقه بهاداریه که بازده شاید با یه ورقه بهاداری دیگه یکی باشه، ولی ریسکش از اون خیلی بیشتره. و اساسا بین بازده و ریسک یک ترید آف و توازنی برقراره که شما هر چی سعی میکنی بازده بیشتر کنی، ناگزیر میشی ریسک هم بیشتر بکنی و اون دارایی مالی بهترن که بازده بیشتری داشته باشن و ریسک کمتری. و خود کمیسازی ریسک هم مثل کمیسازی بازده باز یک کار نچندان راحتیه و روش ها و مجرهای مختلفی برای ریسک وجود داره که ما راجع به اینها هم در درس صحبت خواهیم کرد. و من فعلا فقط از این اسلاید خواستم این دو مفهوم بازده و ریسک رو در ذهن داشته باشین تا به صورت دقیق تر و کمیتر و کوانتیتیتیو تر در آینده در موردشون صحبت بکنیم. خب یه نگاهی هم به سایت بورس بندازیم، این اوراق بهاداری که گفتیم و ببینیم اونجا چجوری اوضاعش. در کل به نظرتون در شرایط تورم فعلی سرمایه‌گذاری در اوراق درآمد ثابت سودآور میتونه باشه؟ بله. والا نظری ندارم. جلسه قبل اول درس گفتم یکی از کارهایی که ما تو این درس نمی‌کنیم مشاوره سرمایه‌گذاری. البته دلیل اصلیش هم اینه که بلد نیستیم، ولی اگه بلدم بودیم شاید جاش تو این درس نبود. خیلی تحلیل‌های مختلفی میشه کرد. حالا منم واقعیتش اینه که در این درس در این لحظه تحلیلی ندارم که خدمت شما بگم، اما تو این درس ما هدفمون اینه که به جای اینکه به شما ماهی بدیم به شما ماهیگیری یاد بدیم. یعنی به شما یاد بدیم چطوری با این همه دیتایی که همین الان در همین لحظه راحتی میشه از روی اینترنت جمع کرد، از شاخص‌های اقتصادی، از قیمت‌های اوراق بهادار، از همه اینها، چطوری با تحلیل این داده‌ها ما خودمون بتونیم به این سوال شما جواب بدیم. حالا امیدوارم موفق بشیم تو این درس به شما ما ماهیگیری یاد بدیم. خب یه نگاهی هم به سایت بورس بندازیم. این سایت TSE/TMC سایت خیلی خوبیه، اطلاعات خیلی خوبی از اوراق بهادار روش هست و ما در طول درس زیاد ازش استفاده خواهیم کرد. برگردیم اولش اینجا ببینیم چقدر وقت داریم. خب وقتمون هم زیاد نیست، کوتاه صحبت کنیم و خداحافظی کنیم از شما. حتما توصیه میکنم مفصل تو این سایت یکم بچرخید و این چیزایی که ما تئوریش رو صحبت میکنیم اینجا در عمل ببینید. اینجا در یک نگاه اومده بورسای مهم آورده، بورس اوراق بهادار تهران اول، بعد فرابورس آورده، بورس انرژی و کالا رو اینجا نیاورده، ولی تو این تبای بعدی همه اینا رو میتونید ببینید. تب بورس اوراق بهادار وقتی برید اینجا حالا خلاصه از وضعیت بازار رو آورده، شاخص ها که در آینده رو راجبش شاید صحبت بکنیم، حالا قیمت های مثلا شرکت های بیشترین افزایش قیمت رو داشتن، کمترین افزایش قیمت رو داشتن، اینها رو آورده. عرضه و تقاضاها رو آورده، از نظر مثلا بیشترین تقاضا، بیشترین عرضه کدوم شرکت ها. یکی از دوستان اسم این نماد رو آورد در کلاس، نمیدونم چی هست. بعد اینجا ابزارهای مشتقه اوراق بدهی رو آورده. حالا من دوست داشتم ببینم کدوم های اینا معامله میشه. مثلا اینجا یه سری اختیار معامله ما میبینیم، این اختیار خ خودرو احتمالاً اختیار خرید سهام ایران خودرو باید باشه. باز کنیم ببینیم تیتر راجبش نوشته. توضیح نداده ولی من حدسم اینه، اگر دوستان اطلاع دقیق تری دارن بگن، ولی من حدسم اینه که این در واقع اختیار خرید سهام ایران خودروه. طبیعتاً این تاریخی هم که اینجا هست 7/7/1400 احتمالاً باید تاریخ سررسید باشه که خیلی هم نزدیکه. دوستان اگه اطلاع بیشتری دارین بگین، ما خرید خودرو سررسیدش هم تاریخشه. بله. خب پس اختیار معامله روی سهام ها ما داریم تو بورسمون. اختیار خرید باز دوباره این سایپا فکر میکنم، خساپا سایپا هست، خساپا
میدونیم بله درست. خیلی این نمادها سخت میشه بعضا از روشون فهمید نشون دهنده چی هست. خب اختیار فروش تبعی، آها این هم یه نوع از اوراق مشتق است که واقعیش منم دقیق نمیدونم چیه. علاقه من بودین راجع به این خودتون مطالعه بکنید. اوراق بدهی هم ببینیم، اینجا مثلا یه سری اوراق بدهی میبینیم. مشارکت شهرداری شیراز، این یعنی اوراق مشارکتی است که شهرداری شیراز منتشر کرده. حالا اطلاعات دقیق این اوراق مشارکت ها یا اوراق بدهی رو تو سایت فرابورس تو قسمت مربوطه میتونید دقیق پیدا بکنید، ولی معمولا تو همین اینجا اطلاعات مهم اصلی رو ازش داده. 3 ماهه 18%. آره باز من نمیدونم الان این 3 ماهش سررسیدشه یا فاصله زمانی چیزه پرداخت کوپن هاش هست. ولی به هر حال پس اوراق مشارکت شهرداری شیراز هم اینجا منتشر میشه. اینجا اوراق با درآمد ثابت دیگه ای هم اینجا میبینیم. احتمالا این شهرداری مشهد، مشارکت شهرداری مشهد، مشارکت شهرداری اصفهان. بله اینا اون اوراق بهادار با درآمد ثابتیه که تو بورس اوراق بهادار تهران داره معامله میشه. گفتیم توی فرابورس هم یه سری از اینا معامله میشه. احتمالا اگر اینجا بریم در مشتقه، البته اینجا مشتقه داره ولی اوراق بدهی رو به صورت جدا نیاورده. آره اینجا سری اختیار خرید و اینا میبینیم، شاید اونو توی خود اینجا شاید نه اینا سهامی هم تو خود سایت فرابورس بکنم اونو بهتر بشه. آره اینجا بیایم بزنیم اوراق با درآمد ثابتش رو ببینیم. اوراق با درآمد ثابت، بله اینجا یه سری نماد هست، اجاره دولتی آموزش پرورش. البته این نمادش متوقفه که حالا بعد رفتید چرا متوقفه. اینجا مثلا اسناد خزانه، این اسناد خزانه است که داره معامله میشه، همه اینا ممنوع متوقف، نمیدونم دلیلش چیه. خب اینا همه اسناد خزانه است. مرابحه عام دولت که نمادش آراده. خب اینم طبیعتا اوراق مرابحه است، ولی حالا مهم اینه که آدم ببینه اینا در واقع سوداش چیه، سررسیداش چیه، ارزش اسمیش چیه. اوراق منفعت اینا طبیعتا مال شرکت سبا اروند ملت. حالا البته میدونی اینا نمیدونم اینا مثلا تفاوتاش، اینا طبیعتا سررسیده 22/12/1400 13/11/1400. بله اوراق اجاره هست، اوراق رهنی بانک مسکن. آه خیلی خب اوراق رهنی ما راجبش صحبت نکردیم، اینم اینا رو دیگه شما خودتون برید راجبش مطالعه کنید. اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت. خب جنابیش همه اونایی که تو لیست آورده بودم اینجا هست. بله و خب در مورد هر کدوم از اینها ارزش بازارش هست که یعنی تعداد کل اون ورقه ضرب در قیمتش، که یعنی الان میگه 51 بیلیون ریال، یعنی 51 میلیارد ریال ارزش کل این اوراق خزانه، اسناد خزانه هست با این سررسید خاص. 21/8/1403. بعد حجم معاملات امروز رو مثلا میگه امروز 4387 معامله انجام شده، ارزش معاملات امروز، تعداد معاملات امروز، قیمت های معامله ها. البته این تعداد این معامله خیلی کمه، حالا سوالیه که چرا.
اسناد خزانه دارن به طور کلی آمار معاملهشون کمه، خیلی خیلی هم اصلا معامله نشدن امروز. و اطلاعات مختلف حالا راجع به بعضی از اینا، البته شاخصهایی که برای سهام هست مثل پی بی ای و غیره، ولی بعضیش برای اوراق بهادار با درآمد ثابت هم هست، آمارای عرضه و تقاضاش هست و خلاصه خیلی اطلاعات خوبی از اینها میشه در آورد. و ما همونطور که گفتم هدفمون اینه که تو این درس یاد بگیریم چطور از داده های موجود میتونیم تحلیل و پیش بینی کنیم این اوراق بهادار رو. خب ما خیلی صحبت کردیم، خسته نباشین، اگر سوالی نکته‌ای هست بفرمایید.